sul sonante che era un bondo di lì c'è buio e forse la voce non lì ma più che c'è un zonno lì che dura a me چند روز پیش با مینا خانوم گفتاری تلفنی داشتم که فرمودن که من جلسه رو شروع کنم و صحبت کنم البته به عنوان پیرترین فردی که در جمع شما هست امروز یک سال از درگذشت خواهر گرامی مینا خانم محمد آقا میگذره و هم میدونی که شادروان زیبا واسعی کوچکترین دختر خانواده بود. من شعری از یعنی یک رباعی از خیام یادم آمد که به این مناسبت میخونم براتون. یاران موافق همه از دست شدند در پای اجل یکان یکان پست شدند خوردی ز یک شراب در مجلس عمر خوردی ز یک شراب در مجلس عمر بعضی دو سه پیشتر ز ما مست برای این عنوان من خودم چیزی رو نوشتم که براتون میخونم البته امروزی ها میگن اسم این شعره براتون میخونم از زبان مینا خانم خواهرم زیبای من ای تو هم بازی ایام قدیم ای تو هم بازی آن بهبه ها شادی ها ای همیشه با من و کنون یک سال است که خدا را من گرفتی در خاک و منم در غم دوری تو پیراهن چاک تو کجا؟ خانه کجا؟ مادر قامت بشکسته کجا؟ و چرا دید پدر داغ تو را؟ و چرا آن که تو را داد به ما بس زود گرفتت از ما؟ من در فکرم این سرایی که نیرزد به پشیزی چه خوش است تا رهایش کردن و تو نیز خوش رهایش کردی و پریدی خوش ابرای سپید به فراسوی همان زهره زیبا تا خدایت سخت در آغوش کشد پیکر فرتوت تو را و در آن بالاها چه بسا روزنی هست به ابرام بهش با تو بودن خوش بود بی تو اما همه وقت همه روز و همه سال من با تو تو بی من تو و تنهایی و خاک به کجا سیر کنیم به کجا رفته پریم تا فراسوی همه رویاها تا فراجای تصور که تجسم نشود به کجا سیر کنیم به کجا ره سپریم اما دورها آوازیست مثل آواز خدا که مرا میگوید تا شقایق ها هست تا که جانی در جسم یا که روحم به بدن یاد تو در دل من خواهد ماند تو درون دل من نغمه عشق ابدی را خواندی دورها
آوازیست مثل آواز خدا که مرا بانگ زند. رسم دوران این است، رسم دوران این است، همه در مجلس عمر، همه از یک کوزه و به یک اندازه جام از ساقی مجلس بگرفتیم. لیک بعضی دو سگاه پیشتر مست بدن. رسم دوران این است، نه تو مانی و نه من، قصه هم خواهد رفت، همچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. زندگی باید کرد، زندگی باید کرد، زندگی باید کرد. و حالا از نیفتان کاشو کنم تشکی دارم مطالب رو به استعدادتون برسونم و شیعه که دارم قرار کرد. متشکرم. برای صحبت کردن و شعری دارم که براتون خواهم خوند. و فقط این صحبت هایی که میکنم واقعا از دل هستش و همه میدونیم، شاید اکثریت که میدونیم که من هم به هر حال غم از دست دادن داشتم و خیلی هم جانگداز بوده. و مینا جان من الان دقیقا درکت میکنم که چقدر سخته که آدم عزیزش رو از دست بده و آدم همواره قسمتی از قلبش یک جراحتی داره و این جراحت به نظر من هیچ وقت بهبود پیدا نمی کنه و فقط ماها باهاش عادت می کنیم. من زیبا رو چند بار دیدمش و تصویری که ازش تو ذهنمه دو تا چشم زیباست، واقعا زیبا مثل اسم خودش. و چند وقت پیشم به مینا میگفتم، گفتم از زیبا هر وقت یادش میکنم دو تا چشم زیبا، دو تا چشم دروش به یادم میاد. و واقعا اولی بار که من زیبا رو اینجا ملاقات کردم به شدت شخصیتش من رو تحت تاثیر قرار داد. مهربانیش و عطوفتش و انسان بودنش و از خود گذشته بودنش. اون یک مادر فداکار بود، همسر فداکار بود، دوست فداکار حتما بود و خواهر فداکار بود. اما و اینکه به یاد خودش نبود و زمانی به این بیماریش توجه کرد که دیگه خیلی دیر شده بود، این خودش نشوندنده اینه که به یاد خودش هیچ وقت نبوده. همیشه دیگران براش ارزش بیشتری داشتن تا خودش. همیشه برای خودش همیشه آخر بوده. به هر حال من نمیدونم، یعنی هیچ کلمه‌ای، هیچ جمله‌ای نمیتونه بیان کنه غمی که آدم از دست دادن رفیقش، دوستش، برادرش، پدرش، مادرش، هر کسش. هیچ کلمه و جمله‌ای نمیتونه بازگو کنه اون غم آدم رو. ولی به هر حال وقتی دوستان اینطوری دور هم میان و برای این موضوع جمع میشن، به آدم آرامشی میده که فکر میکنه تنها نیست و به هر حال یک عده‌ای هستن که میتونن این غمش رو درک کنن و بفهمنش. برمانینا جان امیدوارم که بتونی همینطور که تا به الان تونستی و خیلی با استقامت تونستی این غم رو به دوش خودت بکشی، از این بعد هم بتونی. و مسلمن همینطور که قبلن هم بودی برای دخترش به سرش بتونی مادری کنی که قبلن هم میکردی. به هر صورت من یک شعری دارم از حمید مصدق، این رو براتون براعت میکنم. به هر حال یاد زیبا همیشه سبز بینم،
دردی عظیم دردی است با خویشتن نشستن در خویشتن شکستن. وقتی به کوچه باغ میبرد بوی دلکش ریحان را بر بالهای خسته خود باد، گویی که بوی زلف تو میداد. وقتی که گام سهر روبای تو و از پله های وهم سهرگاهی گرم فرار بود، در چشم های من ابر بهار بود. برگرد در این غروب سخت پر از درد، محبوب من به بدرقه من برگرد. هرگز دوباره باز نخواهی گشت و من تمام شب این کوچه باغ دهکده را با گام های خسته طوافی دوباره خواهم کرد و شکوه تو را تا صبح تا طلوع سحر با ستاره خواهم کرد. وقتی سکوت دهکده را برگشت گله های هیاهوگر آشفته می کند، وقتی که روی کوه خورشید چون جام پر شراب فرو می ریزد و باد این اسب سرکش ناشاد آشفته یال و سم به زمین کوبان در کوچه باغ دهکده می پیچد، یاد تو یاد از تو می کنم. آیا دوباره باز خواهی گشت و من از شهریان بریده به ده افتاده را تا شهر شوق و عشق نخواهی بود؟ آیا دوباره باز نخواهی گشت تا سبزه های دشت و ساقه های لاله عباسی و بوته های پونه وحشی به رقص برخیزند؟ تا آب چشمه گرد سخت سفر را زانبوی تابناک بشوید و از تن تو این تن تندیس مرمرین گرد و غبار خاک بشوید؟ آیا دوباره باز نخواهی گشت؟ آیا سمند سرکش را چابک سوار چیره نخواهی شد؟ چون تک سوارها هر روز گرد دهکده هی هی کنان طواف نخواهی کرد؟ آنگه مرا رها شده از من راهی کوه قاف نخواهی کرد؟ بیهوده انتظار تو را دارم، دانم دیگر تو باز نخواهی گشت. هرچند اینجا بهشت شار خدایان است، بی تو برای من این سرزمین غمزده زندان است. در هر گروه در امتداد شب من هستم و تمامت تنهایی، با خویشتن نشستن در خویشتن شکستن. این راز سر به مهر تا کی درون سینه نگفتن؟ گفتن بی هیچ باک و دلبره گفتن. یاری کن مرا به گفتن این راز، باز یاری کن. ای روی تو به تیر شبان آفتاب روز، می خواهمت هنوز. مرسی. آرزو میکنم که خودم و همگیم یه خاطر خوشی از همون به جا بمونه، به خاطر که بالاخره مرد حقه و همه ما یه روزی میگیم. اسم کارم از رسم زندگی.